برگشتیم دوستان، در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این بخش هم مهمان داریم، میزبان رویا نوری عضو کمیته حزب عدالت هستیم و در رابطه با مشکلات خانم ها و همچنان کار و فعالیتشان در این کمیته بیشتر صحبت ها را با اینا داشته باشیم. خانم رویا، خوش آمدین در برنامه و صبحتان بخیر. سلام خدمت شما، صبح شما بخیر و صبح همه بیننده های تلویزیون شما بخیر. سلامت باشین. سپاس میشه در ابتدا برای دوستان خودتان در رابطه با این حزب که شما عضویت دارین بیشتر صحبت ها را داشته باشین که در کدام قسمت ها بیشتر اینا فعالیت میکنن و ایجاد این حزب هدفش در چی بوده؟ رویا نوری هستم، عضو کمیته سیاسی حزب عدالت. حزب عدالت به عنوان آینه تمام نمای مصرف خدمت به مردم و ملت می باشه که فعالیت قابل مشاهده و قابل دید داشته در رابطه به منافع مردم، منافع ملی. همچنان نتایج کاری حزب عدالت شما می تونین که در قسمت های مختلف بر مبنای منافع ملی و همچنان منافع مردم عزیز ما داشته باشه. بسیار خوب. و رویا جان، خودت به عنوان یک دختر خانم در این حزب که عضویت دارین، در عرصه خانم ها چقدر فعالیت کردین و مخصوصا فعالیتتان در کدام بخش ها بود؟ خب حزب عدالت در مجموع فعالیت های مشترک دارد، نه تنها دختر خانم ها بلکه فعالیت های حزب سیاسی داره، فعالیت که حزب عدالت خودش شامل 24 کمیته می باشه که هر کمیتش شامل دو معاون، یک منشی و همچنان ده عضو می داشته باشه که کمیته هایشان شامل کمیته سیاسی، کمیته فرهنگی، کمیته تعلیم و تربیت، کمیته های دعوت و انسجام، کمیته دعوت های روابط داخلی و خارجی. همچنان قسمی که گفتم شامل 24 کمیته می باشه، یعنی تنها در عرصه مشکلات خانم ها اینا فعالیت ندارن بلکه فعالیت هایشان بیشتر از این در هر مسائل. بسیار خوب. و میاییم روی ای که چقدر شما تانستین از مدت زمانی که در ای کمیته عضویت دارین تا حالا، خب در شما گفتن که در بخش های سیاسی، اقتصادی، همچنان در هر بخش های مختلف شما فعالیت دارین، چقدر مؤثر تمام شده کار شما و چقدر تانستین به خاطر حضور خانم ها و همچنان به خاطر عدالت خواهی و به خاطر زنان کار کنین و کارتان چقدر نتیجه داده؟ قسمی که شما میفهمین که قانون مدنی ذکر کرده که هر حزبی که بیشتر از 3 سال نتونه فعالیت سیاسی و اجتماعی مبنی بر منافع ملی نداشته باشه باید او سلب فعالیت شود، که خوشبختانه حزب عدالت توانسته در مدت زمانی که به فعالیت آغاز کرده فعالیت قابل ذکر و قابل ملاحظه و مبنی بر منافع ملی داشته باشه. که شما میتونین که در قسمت در رابطه به حادثه کندوز و هلمند شما میتونین یک مستند از بسازین که اونجا برین و چشم دیدن مردم پرسون بکنین در رابطه به کمک هایی که حزب عدالت اونجا داشتن، در رابطه به مواد خوراکی اونا، همچنان در گرد همایی بزرگ که بین حکومت و جناب حکمتیار صاحب در کابل برگزار شده بود، در او بسیار فعالیت داشتن و همچنان حمایت از نیروهای دفاعی کشور. بسیار. همچنان فعالیت های بیشتر یعنی دارن در یرسه. و این حزب شما تنها در خود مرکز فعالیت داره؟ نه خیر، حزب ما تنها در مرکز نیست، یک نمایندگی بزرگشان در ولایت لوگر و ولایت لغمان می باشه. بسیار خوب، در آنجا هم فعالیت داره. بله بله. در این حزبتان چه تعداد افراد اشخاص عضویت دارن و کار میکنن؟ قسمی که قبلا هم براتون گفتم حزب عدالت شامل 24 کمیته می باشه که هر کمیتهش دو معاون می داشته باشه، یک منشی و ده عضو می داشته باشه. خانم ها چقدر عضویت دارن؟ چقدر بهشون سهم داده شده؟ بله، خب خانم ها نظر به علاقمندیشون هر قدر بخواد بتونن میتونن سهم بگیرن، میتونن فعالیت داشته باشن. بسیار خوب. و میشه در اخیر هم در رابطه با پلان های کاری که روی دست دارن و در باره پلان هایی که روی دست دارین تا حالا چقدر اقدام کردین و میشه که در رابطه به این هم صحبت داشته؟ بله، خب اقدامات ما را قبلا هم گفتم بر شما که روی پروژه تاپی، روی پروژه کاسه 1000، روی پروژه
توپی فعالیت ها داشته، همچنان گرد همای بزرگ که در کابل بر مبنی با مبنی فعالیت هایی که به نفع حکومت بوده فعالیت هایی داشته و در آینده انشاءالله ما خدمات خوب را عرضه خود کردیم در رابطه به هر کمیته مود در رابطه به وظیفه خودش که برش خاص داده شده. بسیار خوب، سلامت باشی رویا جان، از حضور در برنامه انشاءالله موفق باشید. تشکر از شما، سلامت. و حال هم دوستا وقفه کوتاه و در ادامه برنامه با ما همراه باشید.